با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. من راجع به سفر شاهزاده عزیزمون به اسرائیل و تحولی که در منطقه و در دنیا ایجاد کرده صحبت خواهم کرد. یکی دیگه قولم به تو به اون شاکرید حتما صحبت خواهم کرد و اخبار روز. اما الان بحثم یکی دیگه است. من حدود 25 سال پیش بود که شروع کردم به این که آقا از این افکار دایی جان ناپلئونی بیرون. آقا فرار گفتم ببینید دوستان عزیز. یه خود برگردم قدیم تر. زمانی که حزب سوده منحل شد، زمانی که شوروی سقوط کرد، زمانی که خلاصه 20 چند کشور ترک مستقل شدن، اونایی که هنوز داغ کمونیستی بودن و چیز بودن، آقا سیاست شوروی گفتم چه سیاستی است؟ تموم شده. حزب سوده گفت نه آقا حزب سوده نمیدونی چه ریشه ای دارد فلان دارد. همش اون تبلیغات کذبی بود که برای اینها بود و از اون ور هم اینا چی می اومدن و بخواستن باور نکنند. خب نکن، ولی واقع فرقی نمی کنه. آقا چقدر طول کشید تا یه دستا بگیم آقا شوروی تموم شد. علت سقوط شوروی این بود که اینها آمدند کمونیستی کردن حکومت رو، بعد به نتیجه بخوام برسن ما کمونیستی کردن و مردم چی کار میکنن چی کار میکنن، حقوق سرما میگرفتن. خب همون جریان حوزه است که یک حاکمی بابارش یک کوه حوض درست کرده بود برای خودش سخت، گفت آب از رودخونه بیارن. هر کی تمام مشهدارا اومدن گفت هر بشک یه سکه. یه پیرمرد گفت من که نمیتونم ببرم که، پس بذار خالی بادش کنم برم اونجا خالی کنم. وقتی در بالای حوض همه همین کار کرده بودن. در شوروی سابق انگیزه کار نبود، دولت موظف بود به همه حقوق بده. خب میداد آخر سرنگون شد به موجه بعد رسید. یه ده قبول نمیخواستم خب نکنیم. اما حالا بحث من اینجاست که الان برای انگلیس همین رو هم میگفتم، بودم آقا انگلیس خب مشخص بود، انگلیس رو درست داشت تنزل پیدا کرد، کوچکتر میشد، اما اون ملکه نادانش، ملکه خود شیفتش، ملکه دیوانش که فقط به مذهب چسبید که با مذهب حدیه کار بکنه، اون هم خلاصه دیدیم که تقشتر اومد و مذاهب هم دارن میرن وجه یک بدن، مخصوصا دلالهای دینی که باعث فاجعه جهانی هستن. در تمام جنگ‌ها در تمام مسائل این دلال دینی دخیل هستند. اینها با اونها با سیاستان همه هم میکنم، من نمیدونم بعد دوباره چی هم هستند، مفوری خودشونه فلان. بابا حاضرین بیاییم من نمیگم بیاییم قانع میکنم دولت ها رو به شما مفتخاره اینجا رو دارتون بدون برای گورت و گم کنید مفت بخور، ولی اینقدر آشوب با نکنید، فتنه با نکنید، اینقدر به جون مردم نیفتید، اینقدر با روح و روان مردم بازی نکنید. دین مسیحیت یهودیت دوستان در جنایت ها کردن اصلا نمیشه گفت، اصلا حالا شر میشه بشه بگید. اما انگلیس من بارها میگفتم آقای محمدی خیلی ساده یا سیاست انگلیس فلان. آقای عزیز، دوست عزیز، تو ساده ای که فکر میکنی همیشه همین سیاست انگلیس نه نیست، دوست عزیز نیست، دیدیم که نبود دیگه. دیدیم به جاش که رسید همه سیاست پاشید. قبل از اینکه بپاشه اون انگلیس آمد از اتحادیه اروپا جدا شد و فلان شد بیتاش شد سقوط کرد پولش، الان به خاک ذلت و خفت و بدبختی داده. کو سیاست؟ کو سیاست؟ هیچی نیست. کو کیاست؟ نیست. فقط یک آدم خودشیفته ای که گفت من خدا هستم. خب دیدید که خدا هم رفت تمام شد پیکارش برای مردم انگلیس، شده یه جزیره در به در آواره. دین هم در دنیا دیگه تقش در اومده، دیگه نمیتونند. چقدر سرمایه‌گذاری انگلیسی رو دین روی شیعه های منطقه که با اینها سنی‌ها رو بچرسونه و تیغشون بزنه. خب دیدیم نجاش تقش در اومد دیگه، شیعه و سنی وجود نداره، همه یکی هستن، همه یه خدا یه قرآن به قول خودشون یه پیامبر دارن و سنا رو تمام. اما حالا بحثم این شب چیز دیگه است. تو همین راست هستم دوستان، بیایم باور کنیم با تمام وجود که تمام سیاست های اقتصادی دنیا شکست خورده است، چه کمونیست، چه سوسیالیست، چه سرمایه‌داری، چه راست، چه چپ، فرق نمی‌کنه، چه گلوبالیست، همه دیگه شکست خورده هستن، اینا همه نابود هستند. اگر موفق بودند دنیا این نبود که الان هست. بینیم بپذیریم یا یواشاش بپذیریم این گلوبالیست اون فرق، همه اینها باختن بازی رو، همشون تجزیه طلبی که باخته بازی شد که هیچ جای دنیا برای تجزیه کس کار نمی کنه. تجزیه طلبی این است که یک منافع داشت، چه منافع دارن؟ الان دنیا رو میبینی بعد از جره کراش اتفاق افتاد، همه با هم دیگه با سر رفتن تو چاه. پس باید بیایم جوانهای ما، اقتصاددانهای ما، فکرهای ما، با سیاستهای ما یک برنامه نوین برای جهان درست کنن. اول ایران،
بعد کشور دیگه. سیستم بانکداری دوره ورشکسته است. سیستم های قانون خانواده ورشکسته است. سیستم قانون اجتماعی ورشکسته است. هیچ قانون درست نیست، هر کارش تجاش نیست. چون اونا که تنظیم میکردند نه حکیم داشتن توشون، نه دورندیش بودن. تا دک بینیش رو میدیدن، ببینیم. در اروپا بحث خانواده شکست خورده است. چرا جمعیت اروپا مرتب رشد منفی داره؟ چون تبلیغاتی که میکردن که خانم‌ها اگه باردار بشن فلان بشن بیسار بشن تموم شد. الان خبر خوندم که دهه 50 و 60 توی کشور ما و خیلی از کشورها بار آلزایمر توی اینهاست. چرا؟ همون 20 سالی بود که دکترها میگفتن آقا شیر مادر ندیم بچه که بچه نابود میشه، اون میکروب خوب تو نمیفهمی، تو بی شعوری، یه عمر داره اتفاق نیفتاده، تو خریت کردی جوان مردم بدبخت کردی، شیر مادر نخورن، سیر دفاع بدن تحویل نشه و بشه همین که شده. پس بیایم بپذیریم اون چیزی در عامه هست، میگن این درستی، یه خود تعقل کنیم، شما فکر کنیم، تقلید نکنیم یا زود باور نباشیم. هر کچی اون نیست، دلیل نیست، خودتون باید بیرم چی هست. بچه هم بیرم سبقهش رو نگاه کن، سبقهش رو چی هست، کجا بوده، چی بوده، چی نبوده. در مسئله خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اداری، همه اینا باید متحول بشه. همشون. هم صرفه‌جویی از این اتفاق میفته، هم تسریع میشه در یادگیری و آموزش و خیلی مسائل دیگه. مثلا آموزشی که هست در سطح ایران و دنیا، حالا چند تا کشور کم کم پیشرفت کردن، ولی باز هم اون چیزی که باید بشه نیست. آموزش چی شوخی نیست. آموزش جدا، پرورش جدا. حالا تازه چند تا کشور مثل استرالیا و همسالان و ژاپن یه جایی دارن میرسن، اما باز کافی نیست. ما میتونیم بهتر شعرهای بدیم. حتی حرف اینجاست که ملت ایران، جوانهای ما، تحصیل کرده ما میتونن بهتر شعرهای بدن، به شرطی اول رحم دنیا رو ببینن، بگردن، بسنجن، بیان بشینن، شعور کنن، یک سال دو سال وقت بذارن سر این قضیه، از تو اینا چکیده در بیارن، چکیده که مورا درش نره، چه در مسئله آموزشی، چه در مسئله اقتصادی، چه در مسئله موزیستی، چه در مسئله همه چی، همه چی. پس اول از بیس همش آموزش برداشته، بعد اقتصاد میاد توی قصه سیستم بانکداری. من بارها گفتم سیستم بانکداری غلطه، در کشور ما که 100% غلطه. تو خیابون سمیه تهران بانک صادرات مرکزی بود، برای اونجا بودم، چند تا کارشناس خارجی اومده بودن. بعد یکی گفت ساختمان میپسندی؟ گفت نه. گفت چه؟ گفت خیلی خرج هزینه کردی. اون زمان نوع سنگای کف طبقه دهم رو بومت 60,000 تومان بعد تبدیل به دلار میشه، مثلا شاخ در بیاد. گفت در دنیا یه قاعده هست در مسئله بانک ها، 2.5% از سود خالص بانک ها رو هزینه برای ساختمان سازی و ساختمان نو میکنند. شما بیش از حرف خرج کردید. بله ما بالا 20% نمیشه، جواب نمیده. یک سری اصول در دنیا جا افتاده، اینا رو بیایم باز بازنگری بکنند، به خصوص مخصوصا جوانای ما، چون جوانای ما زیاد تحت تاثیر این مسئله نیستن، باید خودشون تصمیم بگیرن، خودشون فکر کنند. و خوشبختانه تقلید داره کشتر به ما به سرعت نور داره تنزل میکنه، چون تقلید اشکال عمدهش اینجاست که اطلاعاتی به دست شما میاد تقلید میکنید به مرتب فسیل میره، از بین میره، ضعیف میشه. اما همیشه باید به روز باشید، همیشه باید آپدیت باشید و این خیلی مهمه. اگه یه جا فهمید اشتباه کردیم، اشتباه رو چیکار کنیم؟ مثلا من امروز بهتون بگم که جالبه، من از خواستم تو ایران کارخونه سوزن تغییر بزنم، سوزن تغییر و سوزنی که باشون ارتباط داره. رفتم حساب کتاب کردم، دیدم که عجب، هند و چین نصف قیمت ما میده. اون موقع عقلم نرسید که به چه علت نصف قیمت رو میخواست. آمدم کارخونه 5 میلیون خرج کرده بودیم، گفتم آقای صداقت ببندش، گفت آقای من بده 5 میلیون بودم، 5 میلیون خرج میفهم اشتباه کردیم. بعدم فهمیدم که اینها از آهن قرازه استفاده میکنن، اون موقع آهن قرازه قیمتی نداشت که. خب اگه عقلم اینجا میرسید قطعا رو ادامه میدادم، ولی نرسید. گفتم مثلا آهن خوب بیارم، جست خوب بیارم، فلان بکنم، هرچند کار من درستتر بود، ولی در کل اونها تو بازار بودن، بازار دستشون بود. خب بخواب اصلا که بگم دوستان عزیز، خواهشن بیاین این افکار رو کم کم از ذهنتون پاک کنید. کمونیست شکست خورده است، این شکست خورده است، اون شکست خورده، همه اینا شکست خورده است. بیاین طرح نو بدیم، بیاین فکر نو ایجاد بکنیم، بیاین کاری بکنیم که یه چیز جدید اتفاق بیفته برای کشور خودمون، اول الگو بشیم برای تمام دنیا و مطمئن میشیم، مطمئن هم هستم میشیم. و بانک ها اگر رو سیستم خودشون کار نکنن، یا ورشکسته هستن، ورشکسته خواهند شد، شک دقیقه نکنید. من به ما گفتم جای سرمایه اشتباه شده، عوض شده. و الان سرمایه شما جوانه کشور هستید، شما
متخصص کشور هستید. من با چند نفر تو اسرائیل دوست هستم، آشنا هستم از بچه هستید. واقعا یه نفر هست به نام آقای بیژنده، یک نابغه است این بشر. اونجا کش جلبک میکنه، جلبک میدونی چه کمکی میکنه به محیط زیست؟ خیلی دیگر اونجا میشدن، متخصص آب هستن، فلان تو کار خودم آب بوده هستن. و اونا قطعا به کشور برمیگردن و قطعا ما میگیم بهترش عمل میکنیم. ببینید بهترش عمل میکنیم. یه از نظر کلی 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 با توی رژیم غذایی مردم بشه قطعا میخواهد شد. در نان ما، در مسائل دیگه ما، گوشت ما، همه چیز ما ارگانیک شدن از این وضع بمیرون. وقتی دارو میاد مسائلش پایین، دارو که مسائلش پایین، عوارض دارو تو بدن ما کم میشه، بدن سالم خواهیم داشت، عقل سالم خواهیم داشت. تمام حرف من اینه که بیام یواش یواش دیگه از این فاز بیام بیرون. آقا این فلان این چیزی با همه بریزین دور، همه شکست خوردند. اگر شکست خورده نبودند کشورشون و کشور اینجا نبودند، این همه جنگوده ها با هم نداشتند. خب من کلی بعد از این یه کار دیگه کردم بگم بخندید. من الان یک سالی هست در اختیار دستی دکترا هست که میرم پیشون میام اینها پاس هم کنم به همده و اینا کار داره. بعد یک دارو من دادن تا چند ماه قبل، هم دارو گرونی بود هم کمیاب بود و تازه اومده بود. رفتم پیش دکترم، دکتر خودم که چند سال پیشه، گفتم دکتر گفت چیه؟ گفت این دارو چیه من دادن؟ گفت جدید اومده. گفتم ببین این جدید آمده است دلیل نیست که دارو خوبی باشد. نگاه کرد گفت بله نمیشه. گفتم مرد مومن این دارو پدر میده من در آورده، جیگر من در آورده، میشه لطف کنی همون داروی قدیم منو بنویسید من بدی؟ حالا دو سه بار بالاتر. فکری خنده کرد گفت عجب حرفی میزنه. گفتم آره. زنگ زد چند نفر در جلو بهشون گفت محمدی با دفتر داره میزنه. بابا دلیل نیست که دارو جدید اومده چیز خوبی باشه، درست باشه، چون علم پزشکی یه علم تجربی هست، تجربه میکنن، اشتباهش میذاره زیر خاک، تمومش پیکارش. گفتم من دارو نمیخورم دیگه، پدرم در اومده، هم قدر قیمتی هم اصلا دیگه. پس قالش کردم و قبول کرد که دارو رو عوض کنم، دارو قدیم بده، از دو سه روز استفاده میکنم، معرکه است. و بهشون گفتم گفتم دلیلی تو دارو دار جدید بیاد، من میدونم به شما دکتر تو نه حالا، ولی بیست دو سه دکتر دارو جدید بهش میدن، میگه اگه تو نسخه بنویسی مثلا اینقدر درصد مال خودت. بابا نکنی با جون روح جون مرد بازی نکنی، با جسم مرد بازی نکنی، این درست نیست. و دکترم خواسته زنگ زد گفت محمدی عجب حرفی زدی. گفتم آره با واقعیت با دلیل که هر کار کاری که با هم کار بکنیم ما چیز جدیدتر. خب من راجع به خامنه‌ای صحبت خواهم کرد، مدت روانی 84 سال شد دیگه، که آره جالبه که راجع به فلسطین میگه بره رفراندوم برگزار کنید، وقت به مردم ایران میگه که شعورشون نمیرسه، یک شعورشون بدین که چیز شعور از براش در بیاد، نه که پوفیز همون کسافت اجاست. خاک آنم برسر بکنم، خاک آنم برسر کسایی بکنم دورات میچرخن، البته اونا کار نداریم. اما در برای سفر شازدار خیلی ها ماهیت نشون دادن که آقا اشتباه بود رفته کنی شما بستون بزن. از همه مهمتر آقای جوانمردی، مرکی که مزدور کسافت تجزیه طلب، من بارها ذات مشخصه چند نفر دیگه خواسته مطرح کردن و خانم مسیحی اجلا توی مدرسه حرفی نزد لام تو حرف نزده. شما برای مردم اینا شاطر شده هستید. شاهزاده اجلا سکان خوش دست گرفت، سکان کار دست خود چه گرفتن، اختیار کار دست خود چه گرفتن، و این یعنی برگ برنده. و تکرار میکنم بیایم در خودمون تحول ایجاد کنیم تا در جامعه تحول ایجاد بشه. در جامعه تحول ایجاد شد در سطح کشور تحول ایجاد بشه، تحول در سطح کشور شد در سطح دولت تحول ایجاد بشه. تمام اینا شکست خورده هستن، تمامش بوده استان، تمامش بوده استان شکست خورده هستن. پس ما میایم و کار خودمون میکنیم. بله تنها کسی که از خامنه‌ای دفاع که سر جریان رفراندوم کیهان بود، بله آقا کیهان تو دفاع میکنی چه نکنی؟ تو نکنی که میخواد بکنه. خب بخ اخبار زیاد دارم اومده، قطعا صحبت خواهم کرد، این 15 دقیقه بشه تمامش میکنم. و به جای رسید کار که امام جمعه را بسید توی پاساژ ها میره تو اونجا و پاساژ ها رو پلوم میکنه، به مرده که رو بیدی هم کارار میکنه. آخر کارتونه، دنیا میدونه، شما هم میدونید. اسرائیل هم من بارها گفتم بازم میگم، شاهزاده وقتی به حرکت یافت اسرائیل یه چیزی فرمودن، فرمودن من به مردم اسرائیل میخوام بسید کنیم سیاست های دولت داشتون غلطه، خودشون
پی بردن ولی چیز نمیخوام، شهامت اعلامشو ندارم. سیاست های اقتصادش دو اسرائیل عوض نکند، اون جایی که میره شوروی رفت شک نمیدارست. ایامتون میکنم، روزگارتون خوش، تا کلیپ های بعدی قطعا دوست کلیپ خوب خواهم دارم.